صدق الله مولانا العظیم. ترجمه: و مردان و زنان با ایمان دوستان یکدیگرند که به کارهای پسندیده وا می دارند و از کارهای ناپسند باز می دارند و نماز را برپا می کنند و زکات می دهند و از خدا و پیامبرش فرمان می برند. آنانند که خدا به زودی مشمول رحمتشان قرار خواهد داد که خدا توانا و حکیم است. جهان را نعمتی بهتر ز زن نیست، ز زن مطبوع تر گل در چمن نیست. ز نعمتهای گوناگون به از زن، سر اخوان طبیعت به سخن نیست. در این محنت سرا ماهرتر از زن، طبیب رفع اندوه و محن نیست. نبی فرمود چیزی جز زن و عطر، ز دنیای شما مطبوع من نیست. سخن واضح بگویم مرد بیزن، چراغش قابل افروختن نیست. نباشد عیش مردی را که زن نیست، نباشد عیش مردی را که زن نیست. جهان بیزن کم از بیت الحزن نیست. بیننده‌های عزیز، مادران، پدران، خواهران، برادران، جوانان و نوجوانان عزیز و اطفال معصوم دختر و پسر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم در هر کنج کنار جهان و افغانستان که مرا میبینین از نعمت صحت و سلامتی کامل جسمی و روحی برخوردار و در امورات زندگی خود موفق و کامگار باشین. خدا را شکرگزار هستم که با تقدیم سومین برنامه اسلام، زن و زندگی باز هم مهمان خانه های شما عزیزا هستم. بیننده های عزیز، امروز روز شنبه مطابق روز 12 سپتامبر سال 2020 میلادی است. امیدوار هستم که امروز که مصادف بود با آغاز مذاکرات صلح بین افغان ها در شهر قطر، امیدوار هستم که این صلح واقعی باشه و ملت افغانستان که بیشتر از 40 سال میشه که در آتش خونریزی و نفاق میسوزن، به یمن دعای پاکا و خاصایش و آه مظلومای افغانستان نجات پیدا بکنن و دروازه رحمت خدا بروی ما باز شود تا مردم ما هم نفس براحت بکشن و بتونن عبادت و طاعت و بندگی خدا با اخلاص و با خلوص کامل انجام بتن با یک فکر آسوده و آرام. بیننده‌های عزیز، امیدوار هستم که با خانواده‌های عزیزتان به سلامت باشین. طبق وعده‌ای که قبلا بر شما عزیزا کرده بودم که ما در این برنامه ها کوشش میکنم که زیادتر در او بخش های از قرآن زیادتر فوکس بکنم که متاسفانه از خاطر عزیزا در طول قرون بساب فراموش شده. مقصد ما عزیزا که میگم علما و روحانیون ما است که متاسفانه در صحبت اولی که کردم بر شما گفتم که از قرآن عظیمشان تمام آیات مربوط فقه شریف فقط 500 آیت با مکررات است، که یعنی تمام حلال و حرام و طرز ادای نماز و روزه و زکات و حج، همش معاملات ما همش به حساب 500 آیت است. متبقی 2500 آیت راجع به تفکر است که خداوند متعال رو خدا با ما معرفی میکنه و ما را به خود ما معرفی میکنه. متاسفانه این بخش فراموش شده قرآن است و الحمدلله یک تعداد علما و دانشمندا و نویسنده ها به این مورد بحث کردن، مگر با او پیمانی که باید بحث میشد در طول قرون بحث نشده. دیگه در این برنامه ما میخواهیم که راجع به خودشناسی صحبت بکنم. عزیزا حتما وقتی که مسئله خودشناسی را میگین، حتما عزیزا میگم من خدا از هر کس بیشتر خوبتر خودم میشناسم، میفهمم که من کی هستم، دختر کی هستم، از کجا هستم، اجداد و آبای من کی هست و نسل من کی هست، قوم من کی هست، جغرافیایی که من زندگی میکردم چی بود، آل در کجا هستم. این انواع مختلف خودشناسی عزیزا وجود داره. یکی او خودشناسی از نگاه اناتومی و فیزیولوژی است که دکترها او را بیشتر میفهمن و در 7 سال که فاکولته خانن و بعد از او که پی‌اچ‌دی میگیرن
فقط در یک بخش بسیار کوچک یک عضو اینا میتونن که پیشی بگیرن. یعنی یک وجود انسان یک کارگاه بسیار بزرگ خلقت است که هر کس نمیتونه با شکل کامل یک دکتر ادعا بکنه که من دکتر همه ارگان ها و همه اعضای بدن یک انسان هستم. فقط میتونه که بگوی پیشی و تخصص خود فقط یک رشته بسیار مخصوص و کوچک گرفته. سبحان الله. ببینید، خب گفتیم یکی خودشناسی از نگاه آناتومی و فیزیولوژی و طبابت است که او را اهل مسلک طبابت بیشتر میفهمن و کسایی که در فارماسی کار میکنن میفهمن، یا کسایی که جنتیک انجینیرینگ کار میکنن میفهمن که کلش مخصوص طبابت میشه. بخش دیگه خودشناسی که ما و شما بیشتر ما را کمی یادآوری کردم، امی مسئله خودشناسی از دیدگاه ای است که ما فرزند کی هستم، از کدام خاندان هستم و به کی منصوب هستم، شوهرم کی است، دختر و فرزند من کی است. این خودشناسی بسیار فامیلی و خانوادگی است که ما شجره خود میتونیم برای یک کس تشریح بکنیم که ما به کی وصل میشیم و کیها از ما هستن، ظاهرا نسبا به ما تعلق دارن. دیگه خودشناسی که ما شما داریم او از نگاه خودشناسی جغرافیایی است. مثلا ما میگه ما افغان هستیم، آل سیتیزن امریکا شدیم، افغان امریکایی هستیم. کشور ما در کجا است؟ موقعیتش چی رقم است؟ اوضاع سیاسی و اجتماعیش چی رقم است؟ اینا همش انواع خودشناسی هایی است که متاسفانه امروز بیشتر همه مرد و زن به او به حساب افتخار میکنن و کلاه خانی و جانی رو در سر خود میمونن که والا ما با قوم به فلانی تعلق داریم و نسب به فلانی هستیم و ما محمدزایی هستیم یا صدوزایی هستیم یا چیزایی هستیم که یکی از هم به درد نمیخوره. مهم ای است که ما از دیدگاه خالق خود خود بشناسیم، یعنی او کسی که ما را آفریده از خود ما کده ما را خوبتر میشناسه و ما را به خود ما معرفی میکنه. مثال برتان میگم، فرض مثال یک انجینیر وقتی که کامپیوتر را دیزاین میکنه از هر کسی بیشتر بساب مواد استعمال، نقاط مثبت و منفی در چی چیز برای زی کامپیوتر نقص میرسانه، چی چیزی کامپیوتر را بساب حفاظت میکنه، کدام پروگرام ها در این کامپیوتر بساب انستال شده یا نصب شده و چی طور باید این استفاده شده. یعنی و امطور که ما مادرها مثلا اولاد ما وقتی گپ میزنن میگیم بچه من تو را خوب میشناسم، بخاطر تو اولاد ما هستی، تو در آغوش من کلان شدی. همچنان پدرها میگه که من میشناسم. چرا؟ بخاطر که طفل کودکی خود پیش ما تیر کرده. ما خالق طفل نیستیم، خالقش کس دیگه است. فقط امو دوران کودکی را که ما ایر بزرگ کردیم و پروردیم به نظر ما میایه و ما فکر میکنیم که ما اولاد خود میشناسیم. این شناخت ها او قدر زیاد بساب محدود به می جغرافیا و به می مکان و زمان دنیای فانی میشه و با جهان ابدی و معنوی تعلق نداره. یک خودشناسی دیگه است که از نگاه روانی دکترای روانشناسی بساب تحلیل میکنن. ما باید اینو بفهمیم که جسم انسان بساب یک بود ظاهری داره که از نگاه فیزیولوژی ما امراض داریم، امراضی که مثل معده است، امراض بساب قلبی است، امراض تنفسی است، امراض عصبی است، انواع مختلف امراض است. این مربوط جسم ما میشه، یکی روان ما است که رو باید تفکیک کنیم از روح ما. امراض روانی او رو امراض است که ما در محیط های ناسالم وقتی که پرورش پیدا میکنیم پرورش میشیم، بعضی امراض از طریق خانواده یا اجتماع به خود میگیریم و این رو دکترهای روانشناسی میتونن تداوی بکنن. و او را مثلا ما میگیم افسردگی یا دپرشن گرفته، بعضی را میگیم که نارسیسیست است، یعنی بسیار خودشیفته است، کل جهان به محور خود میخواد بچرخانه، در کل دنیا فکر میکنه که غیر من محور کائنات هستم، کل دنیا باید به دور من بچرخم، همیشه کمراه طرف ما باید فوکس باشه و ما را تقدیر و تمجید بکنه. که متاسفانه در سطح سیاست جهان ما و شما بسیار از این کسا داریم که آدمای خودشیفته هستند که امروز جهان را به خود کشاندن. خلاصه ای هم یک بود مادی انسان مورد مطالعه قرار میده که دکترهای روانشناسی در این مورد تخصص دارن و با دادن دوا یا سایکوتراپی وقتی که امروی شما گپ میزنه امو اقده ها و مشکلات روانی که در طول سالها شما او را در وجودتان در مغزتان انباشته شده
و شما را همیشه به افکار منفی میکشانه و یا به محور خود پرستی میچرخانه، این امراض آهسته آهسته میتونند که با توصیه های خود به سبب در وجود شما آهسته آهسته از بین ببرند. آمدیم بر اصل مهمی که امروز در این برنامه ما میخواییم سر از او صحبت بکنم و او بحث در مورد خودشناسی از دیدگاه خالق ما است، از دیدگاه آفریدگار ما است، از دیدگاه او ذات است که به صفت الرحمن و الرحیم خدا به ما معرفی میکنه و آغاز سخن میگه بسم الله الرحمن الرحیم، آغاز میکنیم به نام خدایی که بی اندازه مهربان و نهایت با رحم است. او ذات ما را خوبتر از خود ما میشناسه، چنانچه یک حدیث مبارک است که میگه که من عرف بیوبی نفسی فقط عرف ربی، کسی که یا من عرف نفسی فقط عرف ربه، یعنی کسی که شناخت، بعض مفسرین را قسم تفسیر کردن که کسی که عیبهای نفس خودش شناخت در حقیقت خدای خودش شناخت. مولانای بزرگ بلخ، حضرت مولانا جلال الدین بلخی، بسیار زیبا امی حالت خودشناسی را تشریح میکنم. پیش از اینکه ما به مراتب خودشناسی بریم که چی است، فقط میخواییم بگویم که خوشبختانه علمایی بودن که به این اسرار قرآن پی بردن و زحمت کشیدن و امو بخشهای ناب قرآنی را که امروز از عالم اسلام فراموش شدن و از امی خاطر جهان اسلام بدبختی های امروزی گرفتار آمده که با وصف زیک نماز میخونه، با وصف زیک روزه میگیره، با وصف زیک زکات میده، با وصف زیک حج میره، بازم این عباداتش یک سر هم برای این فایده نمی کنه که از گناه نگاه کنه. چرا؟ آیت سری قرآن است که میگه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر، نماز در حقیقت شما را از همه بدی ها منع میکنه و این بزرگترین یاد خدا است. ما نماز میخونیم چرا مرتکب گناه و خطا میشیم؟ اگر دیگه گناه نمی کنیم، آدم نمی کشیم، حداقل بساب عیب جویی میکنیم، نمامی میکنیم، غیبت میکنیم و طعنه میتیم، یعنی انواع مختلف امراض. پس این نماز چرا از این امراض مهلک ما را نجات نمیده؟ دلیلش چی است؟ آیا ما مشکل در عبادت ما است یا مشکل در خود ما است؟ حضرت مولانا میگه ما در این انبار گندم میکنیم، گندم جمع آمده گم میکنیم، می نه اندیشیم ما فکرت بهوش که این خلل در گندم است یا مکر موش. بسیار کجا است؟ ما 40 سال مکمل 50 سال مکمل عبادت میکنیم مگر بازم از گناه دور نمیتونیم شویم. مثالش براتون گفتم. خب ای که او کسایی که خدا آجی میگن یا رهبر و کماندان جهادی و این و آن میگن و دست به خون و قتل و بساب حرام و ناروا میزنن و امروز ما شما میبینیم که ملت افغانستان 40 سال است که در کرایی کباب است و هر روز از کشته های ما پشته ها ساخته میشن و هنوز هم آرامی رو نمیبینیم. دلیل اصلیش چی است؟ چی چیز ما گم کردیم؟ و خوشبختانه حضرت علامه فیضانی پدر من که یکی از محققین زبده و بساب دلسوز به عالم اسلام بود که کوشش میکرد که او دردهای او زوایای تاریکی را که در اسلام بساب متاسفانه به وجود آمده و نسبت کمکاری علمای ما به او توجه نشده امور را برملا بکنه و راز اصلی پسمانی مسلمان ها را پیدا بکنه. خوشبختانه اونا زحمت کشیدن، آثار نوشته کردن که از او جمله 6 جام به تقوی ایمان است. اولین جامش، یعنی اولین جامی که شما میخوانین، او مثل عزیز که شما را به اولین گامی که شما را متوجه میسازد به خودشناسی و خداشناسی. حضرت علامه فیضانی امی حدیث حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله نقل میکنه که کسی که خودش شناخت در حقیقت خدای خودش شناخت، کسی که عیب های نفس خود آگاه شد در حقیقت تونست که به خدای خود وصل شود. و حضرت مولانا بلخ میگه که یک قدم بر نفس خود نه، یک قدم بر کوی دوست، یک قدم که بر هوای نفست، بر خود پرستید و خود خواهید بگذاری، قدم دیگر را به تقرب الالله میگذاری. به هر حال جناب علامه فیضانی در آثار درخشانشان بسیار به حساب تحقیق و تتبع کردن و
یک مقدار زیاد از آیاتی را که مربوط به خودشناسی و خداشناسی می باشد بیرون کشیدن که ما او را بسیار خلاص برای شما عزیزا اینجا بساب میگم که در مورد هر کدام از یا بسیار زیاد بساب تحقیق و تتبع از جناب از طرف جناب شده تقریبا 40 سال مکمل اونا زحمت کشیدن تا امی اسرار نابه بساب بکشن و بر عالم اسلام بساب پیشکش بکنن و این اسرار ناب شامل کدام چیزا است؟ یک لحظه ببخشیم که من کمپیوتر خود بساب چی بکنم؟ در تحقیقی که اینا کردن آیاتی که مربوط جسم انسان و روح انسان میشه تقریبا 19 آیات است مشخص راجع به روح آمده 254 آیت راجع به نفس آمده 74 آیت راجع به ملک آمده یعنی فرشته که ما و شما میگیم که هر انسان بساب هیچ انسانی نیست که در وجود از او مطابق حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک ملک و یا یک شیطان نباشه یعنی دو همکار ما داریم و 156 آیت راجع به شیطان شناخت شیطان آمده و 166 آیت راجع به قلب انسان در قرآن عظیم شان آمده و در مجموع 625 آیت راجع به ایمان و عمل صالح آمده یعنی قرآن میگه که شما اگر ایمان داشته باشین و عمل صالح نکنین هیچ فایده نداره پس بیاین که آل از دیدگاه قرآن بشناسیم خدا البته امروز تا جایی که بختیاری بکنه وقت برام اجازه بده یک بخش از او را مختصرا به شما عزیزا تشریح میکنم و در برنامه های بعدی انشالله بخش های دیگه هم شریک خواهد ساختم و از میمان های عزیز دیگه که امیدوار استم اونا زحمت بکشن و افتخار ببخشن در برنامه بیاین و این مطالبه ما شما با هفت اصلی که حضرت علامه صاحب در آثار خود به او اشاره میکنه و بسیار پافشاری میکنه که او را باید انسان ها بشناسه اصل اولش باید انسان خود بشناسه از دیدگاه خالقش که اما حضرت مولانا جلال الدین بلخی پیشتر گفتم که میگه که چه کسم من که بسی وسوسه مندم چی چیز ما را همیشه در نارامی و بحران میگذاره و این نارامی و بحران از کجا میایه بیاین که بفهمیم که چی چیز ما را نارام میسازه یک چیزی بسیار مهمه که در وجود انسان است بادی بدن انسان است بادی بدن انسان مثل یک مملکت است مثل یک سرزمین است که او را خداوند متعال خلق کرده از چی خلق کرده در آیت مبارکه سوره صاد آیت 71 خداوند متعال میفرماید شما استماع کنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ببینین ترجمه چی است؟ آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خواهم آفرید سبحان الله خداوند بدن ما و شما را از چی جور کرد؟ از امی خاک از امی گل نمناک از امی گل و خاکی که ما و شما انواع میوه ها انواع غذاها انواع مصنوعات خالق متعال جلو را در او هر لحظه میبینیم و از او در طول حیات خود استفاده میکنیم با وقتی که بعد میموریم و هم دوباره به می خاک میریم حضرت علامه صاحب فیضانی میگه که چطور ما میگیم که وجود ما از خاک ساخته شده داستانش در کتاب ها مفسرین به شکل مختلف ایرا تشریح کردن که چرا انسان خداوند متعال از خاک ساخت به خاطر که ما در این کره خاکی باید زندگی میکردیم اگر جسم ما از این خاک ساخته نمیشد بنابراین بر ما تطابق کردن در این محیط بسیار دشوار میبود بنابراین ما را خداوند از این کره خاکی جسم ما را ساخت به قدرت لایزال خود و بدن ما را با همه عناصری که در این خاک است از جوهر از او بر ما بدن ما و نفس ما ساخته شد به هر حال ما از این کره خاکی
جسم ما تشکیل شده بنان آن چیزی که از کره زمین می روید، ولو که مثل مرچ تند و مثل تنباکو تلخ و مثل هیروین و مورفین خطرناک و کشنده هم باشه، به شکلی از اشکال انسان ها می خواهد که او را استفاده بکنن. پس وقتی که خاک اقدر ارزش داره که جسم ما از او تشکیل شده و به این زیبایی کی آفریده ایره؟ خالق متعال جدرو به این جسم ما را از خاک و گل نمناک به ید لایزال خود و قدرت با کمال خود بساب دیزاین کرد و ایره چیزی از خود دور دمید. دمی سوره مبارکه آیه دومش میگه فیضا سویته و نفخت فیه من روحی فقعو له ساجدین، پس چون او را کامل درست کردم از روی خیش دران دمیدم، سجدکنان برای او یعنی به خاک بیفتید. اینجا خداوند بطلو میگه وقتی که من جسم انسان از خاک جور کردم و ای را امتحان کردم و در امتحان کامیاب شد، وقتی که در سوره های دیگه است که عزیزا علاقمند باشن باز در برنامه های بعدی انشاءالله که من او بخش داستان خلقت حضرت آدم علیه السلام باز امرای شما در میان میگذارم که خداوند متعالو با ملائک مشوره میکنه که من میخوایم خلیفه از طرف خود در روی زمین تقرر بدارم و این خلیفه بساب یا نائب من اختیارات کامل می داشته باشه که حضرت سعدی میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری، همه از بحر تو سرگشته و فرمان بردار، حد انصاف نباشد که تو فرمان نبری. وقتی که همه ای کائنات بر ما است، اینجا است که ما باید بشناسیم که چرا همه مخلوقات تابع ما شده. چنانچه در سوره یاسین شریف میگه که ما به حساب انعامه و خلقنا لهم انعاما فمنها ركوبهم ومنها ياكلون و ذللنا لهم، ما ذلیل ساختم ای حیوانات بر شما، ما ای شتر با او بزرگیش و عظمتش و او فیل با کلونیش که 50 انسان برابر از او نمیتونه به حساب ایره بلند کنه، ما ای قدرت بر تو دادم که به سر از او هم تو به حساب حکم روایی بکنی و اسب تو برانی، باز فیزیک حجم بدن شما از تو که زیادتر است و قدرت پاور شما از تو که زیاد است. میفهمین امروز موترا یا چیزای به حساب تکنیکی را که جور میکنن وسایل ارادجات و قوت اسب بور سنجش میکنن، یعنی اسب پاور بسیار مهم است. وقتی اینقدر موجود قوی از ما هست، ما چه حق داریم بر سر از او رانندگی کنیم؟ ما چه حق داریم که تیشلاق رو بزنیم؟ چرا این قدرت خداوند متعال بر ما داده؟ وقتی که ما را گفته لقد کرمنا بنی آدم، وقتی که تاج لقد کرمنا را سر ما گذاشته، وقتی که گفته اینی جایل فی الارض خلیفه، وقتی که ما را به عرض خلیفه خود در روی زمین تعیین کرده، اینجا است که ما باید خدا و مقام خدا بشناسیم. این آیت مبارکه بعد از اینکه میگه که جسم انسان ما از خاک ساختم، فضیلت برزی دادم، یکی از فضایلی که ما داریم و نفخت و فیه من روحی، ما روح در او دمیدم، که بعضی مفسرین میگه که این روح از عالم امر است و دهی حتی نسبتش به ذات است، یعنی روح انسان، گرچه دیگه جاندارا هم روح داره. حضرت علامه فیضانی در آثار دیگه خود میگه که روح انسان با روح دیگه مخلوقات فرق داره، به خاطر همچنانی که مثلا ما و شما تمام فلزات فلز میگیم مگر ارزش طلا را دیگه فلزات نداره. بنابراین اینجا باید ما بفهمیم که روح ما افضلتر از ارواح تمام موجودات است. تمام مخلوقاتی که ظاهرا روح دارن و حرکت میکنن و بساب تولید نسل میکنن یا اشجار نباتات، به هر حال در او بحث آل فعلا نمیریم. خب آمدیم که خداوند متعال رو در می سوره مبارکه بسیار زیبا، بس یک کم پیشتر میرم به خاطر که فلسفه خودشناسی رو شما یک کم درک کنیم. رب العالمین میگه که آیه 73 میگه فسجد الملائکه کلهم اجمعون، پس همه فرشتگان یک سر سجده کردند. داستان خلقت خداوند متعال بیان کرد. سوره مبارکه سواد است، از آیه 71 شروع میشه. پس همه فرشتگان یک سر سجده کردند. اینجا دیمی آیت مبارک، دیمی سوره مبارک ما شما جسم خودش ناختیم که از خاک ساخته شده
روح خود شناختیم که از جانب ذات اقدس کبری اومده و در آیه دیگه رب العالمین وقتی که میگه به حضرت پیغمبر که میگه اونا میگه از پرسان میکنه یسالونه که ان روح از تو راجع به روح پرسان میکنه بگو که قل روح من امر ربی روح از مقام امر پروردگارم است یعنی و بر هیچ کس علم داده نشده در مورد شناخت روح مگر بسیار قلیل بسیار اندک اینجا موجود دیگه را شناختیم که در این سوره مبارکه که ملائکه است تمام ملائکه سجده کردن الا ابلیس استکبر و کان من الکافرین مگر ابلیس که تکبر نمود و از کافران شد ما پرسان کردیم قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنتم من العالین فرمود ای ابلیس چی چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خیش خلق کردم سجده او را آوری یا آیا تکبر نمودی یا جمله برتری جویان هستی یعنی ببینین که چقدر آدمایی که تکبر میکنن و خود یک سرگردن از دیگرا که بالاتر میبینن او آدما را خداوند به حساب هدایت بکنه و ما را از او جمله نگردانه که تکبر از عمل شیطان است یعنی شیطان دوجا خداوند میگه آیا چی چیز مانع شد که من امر کردم که شما سجده بکنین و این سجده سجده تکریمی بود به خاطر که حضرت خداوند متعال رو امتحان گرفت از حضرت آدم و حضرت آدم یکی از شاگردای ممتاز در بدو خلقت بود وقتی که خداوند متعال رو در اون سوره دیگه است که باز انشاءالله یکی از روزها اگه شما علاقه من بودین رو داستان خلقت تشریح میکردم باز بر شما او رو انشاءالله خواد گفتم که خداوند متعال رو از حضرت آدم علیه السلام پرسان میکنه که انبوعی اسمایی چیزها رو بگی برم باز اینجاست که همه بسا فرشته ها میگن که قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم یا پروردگار غیر از چیزی که تو به ما تعلیم دادی ما چیز دیگر را یاد نداریم و نمیتونیم بگوییم خداوند متعال رو در وقت از حضرت آدم به حساب امتحان میگیره و میگه بگو اسمای چیزها را و حضرت آدم علیه السلام اسمای تمام مخلوقات را که در کره خاکی ما هست و ما و شما او را استفاده میکنیم این را بیان میکنه و به این جاست که خداوند متعال رو هم به برکت که برش داده و هم به خاطر علمی که به حساب داشت دانشی که افزونتر از ملائکه داشت برای زینا حکم میکنه برای همه ملائکه که شما سجده بکنین و این سجده سجده تعبدی نیست یعنی عبادت نیست بلکه سجده تکریمی است یعنی از احترام مثل که ما و شما به حساب هر کسی که از ما که در علم و دانش بیشتر داشته باشه طبیعی است که بر از اونها احترام قائل هستیم و آیت سری قرآن هم میگه که آیا برابر هستن کسایی که میفهمن با او کسایی که نمیفهمن طبیعی است کسایی که مقامشان و مراتب به حساب بالاتر است نسبت به او کسایی که نمیفهمن به هر حال خداوند متعال رو گفت که چرا ابلیس پرسان که چرا تو سجده نکردی؟ در اینجا یک اصل دیگه را هم شناختیم ما و شما که در کارگاه خلقت هست و او ابلیس است یعنی شیطان است ابلیس جواب چی میگه؟ قال انا خیرم منه خلقتنی من ناری و خلقته من تین گفت من از او بهترم مرا از آتش آفریده ای او را از گل آفریده من از او که امتیاز دارم من از آتش آفریده شدیم و ای از گل بویناک گل خاک همیشه زیر پای انسان هست هیچ کس نبینین که خاک در بساب در سر خود بانه همیشه خاک می روبن از خانه می کشن و خاک است که با وصف زی که منبع زایش و پیدایش است مگر هیچ کس خاک تکریم نمی کنه که جسم انسان از او ساخته شده حالا ما در اینجا یک مخلوق دیگر هم شناختیم که او مخلوق شیطان است حالا خداوند متعال رو برای چی گفت؟ ای غرور کرد که ما از آتش آفریده شدیم و انسان از خاک از گل آفریده شده گل بویگین و ما شما دیدیم که وقتی انسان میمره اگر در ظرف 24 ساعت دفن نشوه آهسته آهسته تعفن بلند میشه قال فخرج منها فانک رجیم پس فرمود که بیرون شو که تو رانده شده استی خداوند متعال گفت فعال تو بساب رانده شده استی به خاطر ازی که ما بر تو امر کردم و تو غرور و تکبر کردی به خاطر ازی که ما از خاک از نور آفریدشتیم یا از آتش آفریدشتیم به ای از گل بویناک آفریدشتیم ای چیز که ما بر ازی سجده کنم
خداوند متعال گفت که برو که تو رانده شده استی. قال فخرج منها فانك رجيم، بیرون شو که تو رانده شده استی و ان عليك لعنتي الى يوم الدين، و تا روز جزا لعنت به من بر تو خواد بر تو باد، یعنی تا روز قیامت لعنت ما به تو باش باشه و لعنت تمام لعنت کننده ها بر تو می باشه، به خاطر از اینکه خدا از کسی ناراض شوه، از مخلوق ناراض شوه، دیگه چطور میتونه که مخلوقات دیگه با او بسا پیوند و تعلق داشته باشه یا او را دوست داشته باشه. به اینجاست که رب شیطان چی میگه؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، بگه که گفت پروردگارا مرا تا روزی که برانگیخته میشوند مهلت ده. آل خود من رانده شده شدم، آل ما لعنت به ما گفته شد، آل ما از دربار لطف تو محروم شدم، یعنی ما مغضوب قرار گرفتم. یک خواهش من حیث مخلوق از تو دارم که مرا تا روز قیامت بساب تا روز معلوم مرا مهلت بده، یعنی مرا مرگ نده. قال فانک من المنذرین، فرمود در حقیقت تو از مهلت یافتگانی. اینجا است که ما و شما بساب به یک مخلوق دیگه هم پی بردیم که او مخلوق شیطان است. اینال اینجا شیطان چی میگه؟ الی یوم الوقت المعلوم، تا روز معین. خدا او گفت که مرا مهلت بده، خداوند گفت تا وقتی که من میخوایم بر تو مهلت میتم. قال فبعزتك لاغوینهم اجمعین، گفت پس به عزت تو سوگند که همه گیرا جدا از راه بدر میبرم، یعنی وقتی که به عزت تو قسم میخورم که تمام از یار یاغی و باقی میکنم و مثل خود اهل نار میسازم. الا عبادك منهم المخلصین، مگر آن بندگان پاک تو را، یعنی بنده های پاک نمیتونه، بنده های مخلص نمیتونه هر قدر تلاش بکنه، ایتونیست که اونا در امتحان شیطان قرار نمیگیرن، حتما قرار میگیرن. مگر او گفت که مگر من مطمئن هستم که بنده های صالح و مخلص تو نمیشه. قال فالحق والحق اقول، فرمود حق است از من و حق را میگویم. باز خداوند متعال چی میگه؟ لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين، هر آن جهنم را از تو و از هر آن کسی که تو را پیروی کند و از همکیشان تو خواهم باشت، یعنی من جهنم پر میکنم. تو اگه تو اختار میتی که من همه بنده های بساب عباد الله را، تمام کسایی را که من اولاد آدم را که من از خاطر از یا از مورد غضب تو قرار گرفته شدم و ما ملعون شدم، یعنی رانده شده از دربار لطف تو شدم، ما همه زیاره یاقی و باقی میکنم. و خداوند گفت که تو بنده های صالح مرا کرده نمیتونی، ما بساب اگر این کار را بکنی ما جهنم از تو و از پیروای تو بساب پر میسازم. حالا ببینیم که ما به یک تعداد اصطلاحات در اینجا برخوردیم که اصطلاحات قرآنی را از نگاه خودشناسی با ما خداوند متعال روح ما را معرفی میکنه که جسم ما از چی ساخته شده و این در جسم ما یک توته گوشت است که حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که اگر این گوشت اصلاح شد تمام بدن اصلاح میشه و اگر این گوشت فاسد شد تمام بدن فاسد میشه. و این گوشت چیزی نیست مگر قلب انسان، یعنی قلب است که انسان به طرف فلاح یا به طرف بساب دلالت میبره. و چطور میتونه این قلب انسان رو ببره؟ این قلب مثل یک اشترنگ است، مثل اشترنگ موتر است که اگر در پشت سر از او یک دریور لایق و خوب بسا ماهر و با تجربه شیشت آدم به منزل مقصود میرسانه. اگر یک انسانی که هیچ تجربه دریوری نداره، هیچ امتحان دریور لیسانس نداده و هیچ گاهی هم به پشت موتر نشیشته، او نشست نه تنها که خود تباه میکنه بلکه هم کسایی که راکب موتر است اونا را حیاتشان را به خطر جدی مواجه میکنه. اینجا است که ما باید بشناسیم خدا که چرا خداوند متعال رو میگه که در آیتهای دیگه باز پسان انشالله در روز بعد ما شما سر ازی صحبت میکنیم که شیطان که قسم خورد که قال فبه عزت که لعقوینهم اجمعین، که ما به عزت تو قسم میخورم که تمام از یار یاقی و باقی میکنم. پس این شیطان باید ما بشناسیم، قلب خود باید بشناسیم. پیشتر بر شما گفتم که آیت های بشمار در مورد قلب آمده، تقریبا 166 آیت راجع به شیطان، 156 آیت آمده در می سوره یاسین شریف که ما مطمئن استم اکثر خواهرها و برادرهای عزیز ما را حتما میخوانن.
اگر دیگه وقت نخوانن حتما وقت مریض میشن یا مثلا فاتحه و جنازه و اینا دارن حتما او را میخوانن. به اونجا میگه که خب میگه ما خداوند متعال میگه که من نگفتم برای شما که به حساب شیطان را پیروی نکنین، به حساب من نگفتم که شیطان دشمن واضح و آشکار شما است و شما را گمراه می سازه. شما چرا قدم های شیطان را تعقیب می کنید؟ به هر حال شیطان دشمن واضح و آشکار ما است، دشمنی است که به خاطر مقام و منزلت و کبر و غرور خود با ما دشمنی داره و این دشمن دیرینه است. دشمن ما میتونه ویروس باشه، میتونه میکروب باشه، میتونه بساب انتحاری باشه، میتونه انفجاری باشه، میتونه یک دوز باشه، مگر بر از یا خداوند انسان عقل داده وسایل میتونه جور بکنه که با وسیله از او میتونه که دشمنای خود بساب ضعیف بسازه. مثل که مشمول خطر کرونا است، تقریبا تمام جهان فلج شده، تمام جهان کلی مردم به خانه های خود نشسته، چقدر اقتصاد به حساب رکود مواجه شده، چقدر به حساب اطفال ما از نعمت تعلیم و تربیت در مکاتب که بودن مستقیم مستفید می شدن از او محروم شدن و چقدر دشواری ها را امروز پدر و مادر ها می کشن. و ما و شما مثلا داکتر ما را نمی تونه ببینه الا وسایل حالت های استراری که ما به شفاخانه میریم دیگه، همیشه باید از طریق تلفن که داکتر خود گپ بزنیم و ملاقات بکنیم و یا معلومات بگیریم و درد و مرض خودم بگوییم به خاطر خطر ویروس. یعنی کلیگه خداوند انسان مغز داده که میتونه با کمک عقل منکشف خود و مغز خود وسایلی را جور بکنه که با او دشمنای مرئی و غیر مرئی جسمی خود از بین ببره. مگر این دشمن که به چشم دیده نمیشه، دشمن واضح و آشکار ماست که آیت سری قرآن میگه که شما بس لا تعبد شیطان، حتی عبادت شیطان رو نکنین. امروز ما در عصر زندگی میکنیم که تعداد مردم واقعا ادعا میکنن که ما شیطان پرست هستیم. یعنی ادعای بسیار کلان است، ادعای متاسفانه جمع کثیر از انسانایی است که امروز خود ادعای تمدن هم میکنن و اینا میگن که ما شیطان پرست هستیم. یک تعدادش باز به حساب میگن که ما هیچ به وجود خدا عقیده نداریم. یعنی کلش پیروی شیطان با مو قسمی که شیطان خورده بود که من کلی رو یاغی و باغی میسازم و می رقم میخواد که همه ما رو یاغی و باغی بسازن. میایم به اصل دیگه که گفتیم بدن انسان مثل یک صندوق است که دو چیز بسیار مهم است. از فیضانی میگه یکی روح است که از عالم قدس آمده. پیشتر آیت مبارکه را بر شما خواندم که خداوند متعال میگه که ایره ما در کالبد انسان وقتی جسمش از گل ساختم رو چیزی را دمیدم از خود به نام روح و نفخت فیه من روحی و امی روح سبب فضیلت انسان شد، سبب شرافت انسان بر سایر مخلوقات شد. اینی جایل فلق ارد خلیفه و لقد کرمنا بنی آدم تاج که سر ما گذاشته شد با برکت امی روح مصفا و با برکت امو علم و دانشی که حضرت خالق متعال جلو به حضرت آدم علیه السلام داده بود و در امتحانی که گرفت کامیاب شد ما را به این مقام اعزازی داد. خب این جسم انسان که از خاک ساخته شد، ما چطور میگیم که جسم خاکی است؟ به خاطر از اینکه وقتی که میمریم ما رو در خاک میگذارن. اگر به حساب 10 سال 15 سال یا 50 سال بعد قبر ما رو باز کنن، پس دوباره همه وجود ما به خاک مبدل شده و حتی اگر قرن ها تیر شود، حتی استخوانای ما پوسیده میشه و به خاک مبدل میشه. پس معلوم میشه که عناصر رو بساب عناصر کیمیاوی که در وجود ما هست، کلگی این عناصر از امی خاک ساخته شده، پس دوباره به خاک تبدیل میشه و امی خاک پوششگاه ما است. امی خاک است که ما را بساب پرده میکنه و ما را بساب از تعفن ما که دیگرا اذیت میشن و سبب امراض میشه، ما را بساب نجات میده. خب در این جسم انسان دو چیز گفتیم بسیار مهم است، یکیش از عالم قدس آمده به نام روح و دیگه اصل بسیار عمده ای که در جسم انسان است و از برکت از اون ما و شما فعلا حساب خورد و نوش داریم، امی نفس انسان است. روح را گفتیم بیایم بشناسیم. روح چی است؟ روح او عامل است که ما از برکت از او نعمت است که از برکت از او ما را زنده میگن. امی روح است که من امروز فخرالنسا هستم. ما روح است که ما میتونم بگویم که مالک موتر هستم، مالک خانه هستم، مالک حساب این هستم، آن هستم.
با مجردی که روح از بدن ما برایه دیگه ما را مرده میگن، دیگه کسی ما را فخرالنسا یاد نمیکنه، دیگه کسی به ما او محبت نداره، حتی عزیزترین کسایی که به ما نزدیک هستن از جسم ما میترسن. ما نام ما مرده میشه، ما را در یخچال ها میگذارن، اگر در خانه هم باشیم 10-15 نفر در دور ما میشین، اگر تنها باشیم میگن ما میترسم سایه داره مرده است. چی چیز از وجود ما شما کم شد که ما جسم ما اینقدر با همه زیبایی، با همه لطافت، با همه مهر و محبتی که ما داشتیم اینقدر کریه شد که مردم از ما حراس دارن؟ چی چیز از وجود ما کم شد؟ چشم ما، گوش ما، دان ما، بینی ما، زبان ما در جایش است. چی چیز از وجود ما کم شده؟ روح ما از وجود ما کم شده. چیزی که سبب اختیار ماست، چیزی که سبب محبت و دوستی و دشمنی بین ما است، چیزی که سبب و بسب اختیارات مادی و معنوی ما است، تا وقتی است که روح ما در بدن ما است. وقتی که روح از بدن انسان میبره، دیگه حدود صلاحیت ها و اختیارات و همه بسب امتیازات که در جهان مادی انسان ها به ما قائل بودن، اونا از ما گرفته میشن. الا انبیای عظام در رأس حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم که تو شخصیت ها جامعه بدل میکنن، اونا نمیمورن. 14 قرن مکمل از رحلت حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وسلم تیر شده، مگر بازم وقتی که ما هر وقت اسم مبارک میشنویم با او یک محبت، یک رحمت، یک دریای از شفقت، یک دریای از عطوفت، یک دریای از بخشش با ما بساب حالت بر ما پیدا میشن. و او کسایی که در مزار مدینه منوره رفتن و ایر قلبن احساس کردن. خب او تو آدماش زنده های جاوید هستن، شهدا زنده های جاوید هستن، مگر دیگه انسان های مثل ما، انسان های عادی، بعد از اینکه ما بمیریم دیگه باز اختیارات، محبت ها، دوستی ها، دشمنی ها حتی بساب از بین میره. ما به یادم است وقتی که کمونیست ها فشار آورده بودن و دمار از روزگار مردم افغانستان کشیده بودن، ما چی حالت ها را هر کدام ما شما در افغانستان تیر کردیم در دوران کمونیست ها، چی فشارهای را متحمل شدیم. در او وقت اگر سه خط نام رفیق ترکی یا حفیظ الامین یا کارمل را نمیگرفتی، شما را زده انقلاب میگفتن. مگر با مجردی که روحشان از پیشان برآمد، او وقت نفس ما در اینجا رسیده بود، میگفتیم خدای اتو روز میایه که ما از شر ای فرعونای زمان نجات پیدا بکنیم. و وقتی که اونا مردن دیگه باز بر ما او درجه نفرت نماند، گرچه باید باشه. آدم های شرور و ظالم که بنیاد خونریزی و تهداب آدم کشی در افغانستان گذاشتن و 40 سال است که در حمام خون غسل دادن، اینا باید هیچ وقت فراموش نشوند. گناه های از اینا نباید بخشیده شود. مگر گفتم که دوستی و دشمنی تا وقتی است که روح است. وقتی که میموری باز کت جسدت کس کار نداره. شاید یک تعداد انسان های جاهل، مثل جاهل هایی که فرخنده شهیده بسا جسمش در دادن، یک تعداد جاهل های دیگه که عسکرای ما را میکشن بسا سرشان از تنشان جدا میکنن یا مرده جسدشان را بسا به حرمت میسازن، ای از حساب اسلام بیرون است. یعنی دوستی و دشمنی، روابط و عواطف تا وقتی است که روح در وجود انسان است. ما نگوییم به خاطر زیبایی. احمد زایر مردم چقدر دوست داشت. یک تعداد انسان ها هست که بسیار محبوب می باشند. با مجرد که روح از وجودشان می پره، دیگه با جسمش بر مردم خوشایند نیست. اما عزیزترین ها قصد که قبلا گفتم تعمل دیدارشه در 24 ساعت ندارن و کوشش میکنن که بزودترین کنن. اینجا است که ما فضیلت ای عنصر بسیار مهمه که از عالم بالا به ودیعت، یعنی امانت در قفس جسم ما، قفس بساب بدن ما گذاشته شده و در این لجنزار که بساب از گل ساخته شده و نور داخل شده، او بسیار بیقرار است. باید ای بساب روح خدا بشناسیم و چطور میتونیم روح خدا مصفا بسازیم، چطور میتونیم تقویه بسازیم. ای در بحثای دیگه انشالله با شما مطرح خواد کردم. آل بساب خلاص به شکل فشرده میگم، بخاطر که ما سراغاز امی بحث خودشناسی را با شما شروع کردم که یک کمه که امی هر هفت
هفت اصل بسیار عمده را ما شما بشناسیم، باز انشاءالله در برنامه های دیگه هر اصل علایده علایده سرش صحبت خواد کردیم. نظر به علاقمندی شما عزیزای گرامی. خب ای روح گفتیم از عالم مصفا آمده و ای به برکت روح است که ما امروز زنده هستیم و صاحب اختیار، دوستی، محبت، دشمنی، روابط، عواطف، همه چیز از برکت روح است. اصل دیگه که بسیار مهم است در جسم ما یا در بدن ما ای نفس است. نفس چی است؟ بدن گفتیم از گل ساخته شده. نفس جوهر یا مو خلاصی امی کره خاکی است. از امو خاطر ما هر چیزی که از کره خاکی میبرایه او را کوشش میکنیم به شکل از اشکا استفاده بکنیم. اگر چیزی برای خوردن میخوریمش، اگر چیزی که ما خورده نمیتونیم مثل چوب ما خورده نمیتونیم، از او وسایل خانه میسازیم، از او تخت خواب میسازیم، از او میز کاوچوکی میسازیم، از او وسایل به حساب تزئین دیکوریزیشن الماریای خود میسازیم. بعضی چیزهای دیگه مثل آهن است، اینو ما گرچه از طریق سیب و از طریق بعضی میوه ها مقدار آهن میگیریم و عنصر آهن در وجود ما است، مگر آهنی که به شکل فلز است ایره ما خورده نمیتونیم. ایره باز ما از او چی میکنیم؟ وسایل اسباب میسازیم، مثلا یخچال میسازیم، موتر میسازیم، وسایل مختلف. پنبه است، ما ایره خورده نمیتونیم، از او بر خود لباس میسازیم، از او بر خود لحاف میسازیم. بنابراین به شکل از اشکال با کمک عقل منکشفی که ما داریم از این عناصر ما میخواییم بر خود به شکل از اشکال برای بهبود جسم خود، برای روح خود نه، برای جسم خود، برای رفاه و آسایش و آرامی ظاهری خود تلاش میکنیم بهره ببریم با کمک عقل منکشفی که خداوند متعال رو به ما عنایت کرده. و این نفس چیز بد نیست، یعنی اگر نفس نباشه ما رشد نمیکنیم. اینمی نفس است که طفل وقتی از مادر جدا میشه در بطن مادر به قدرت خدا تغذیه میشه و این رشد و پرورش پیدا میکنه. با مجرد که پا به عرصه حیات میگذاره و در کره خاکی میایه، در اینجا چیزی را که سبب نشو نمای از این میشه این نفسش است. این نفس است که طفل گریه میکنه، این نفس است که بساب شیر میخواه، این نفس است که جسمش بساب نارام میشه وقتی که بساب چتلی میکنه. با گریه خود چون زبان نداره بر مادر میفهمانه که من نارام هستم و مادر دایپرش تبدیل میکنه. خلاصه نفس چیز بد نیست به شرط ازی که ما تحت کنترل بگیریم و غذایی که برش میتیم و غذایش بشناسیم و او را بر خود حاکم نسازیم. چرا همونطور که مولانا بلخ میگه آب را در زیر کشتی باشه پشتی است. کشتی تو را انتقال میده از یک نقطه به دیگر نقطه. مگر اگر آب در مابین کشتی باشه این سبب بدبختی است، به خاطر که کشتی را غرق میکنه و تو را تباه میسازه. یعنی نفس اگر نباشه ما خوردنوش نمی کنیم و سبب از این نمیشه که ما بقای زندگی ما را به حساب ادامه داده بتنیم. چرا این جسم اگر غذا برش نرسه نشونما نمی کنه و اگر غذا نرسه نه تنها که نشونما، اگر مثلا مرحله آمده که ما از سن به حساب نشونما بالا شدیم، از 20 بالا شدیم دیگه نشونما ما توقف شده، دیگه اینجا این نفس وظیفه تغذیه ما را داره. چرا این مولکولای بدن ما باید از بین نره، این جسم ما باید نشاره نپوسه. اینا به خاطر از این که ما امی عنصر را چطور مهار بکنیم، چطور کنترل بکنیم. عرفای کرام در این مورد بسیار بساب صحبت های خوب دارن که انشاءالله در مجالس بعدی باز از اونا هم چیزهای بر شما خواد گفتم، که فقط اینجا در این صحبت اما قدر میخواییم یاد دهانی کنم که ما از نفس نباید بترسیم، که نفس چیزی بسیار بد است و همیشه با حساب نفس بد ببینیم، همیشه نفس خود بکشیم، روزه بگیریم یا غذای کافی برش نتیم. چرا اگر ما غذای کافی نمیگیریم اینجا هست که نفس وقتی که غذا برش نرسید ما عبادت درست کرده نمیتونیم، ما نمیتونیم توانایی از این خدمت نداریم. یعنی عبادت تنها میگه عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. باید ما عبادت بشناسیم که چی نوع عبادت کنیم، عبادت های جانی، عبادت مالی، عبادت زبانی، همه از این مشروط به این است که ما جسم سالم داشته باشیم. و این نفس چون گفتیم از جوهر زمین گرفته شده، بنان آن چیزی که از زمین میروید به شکلی از اشکال میخواهد که نفس از او بساب استفاده بکنه. حال فهمیدیم که دو قوه بسیار بساب غیر
متجانس در بدن ما است و یا در کجا قرار داره؟ در قلب ما قرار داره. قلب با حکم کامپیوتر یا به حساب گفتیم استرینگ موتر است. مثل که در پشت استرینگ شما میشینین درایف میکنین. اگر پشت استرینگ نباشین شما هرچی موتر به حساب تیله کنین او نمیره. اینجا این دو اصل که یکیش از عالم بالا آمده از خود یک همکار داره، همکار از او روح، روح یعنی روح است، همکارش ملک نام داره، و دیگه که از عالم سفلا آمده و همکاری از خود داره که او همکار شیطان است، یعنی امو کسی که قسم خورد خالف به عزت که لغویان هم اجمعین. ما از خاطر از یا لعین شدم، یعنی رانده شده شدم، ما از خاطر از یا ملعون شدم، بنان ما قسم میخورم که همه از این اولاد آدم یاغی و باغی میکنم. و خدا گفت که تو بنده های مخلص مرا کرده نمیتونی. خداوند با ما توفیق نصیب بکنه که از جمله امو بنده های مخلص باشیم عزیزا، که بتانیم سر نفس خود حاکم باشیم. حالا در برنامه آینده انشالله ما در مورد همکارای نفس و روح صحبت میکنیم، که همکار روح گفتیم ملک است. آیت های مربوط از اون خاطر انشالله با شما در میان بگذارم و آیت مربوط شیطانک بیشتر کم کمیش بر شما گفتم، انشالله در مورد از اون مفصل صحبت خواهد کردیم. یک شعر بسیار زیبا است از حضرت مولانای بزرگ بلخ، سلطان عشق و سلطان عرفا است. ما امی شعر میخواییم خدمت شما بخوانم و این آلت کلیگ ما شما داریم. حضرت مولانا میگه چی کسم من، چی کسم من که بسی وسوسه مندم، چی کسم من، چی کسم من که بسی وسوسه مندم، گه از این سو از آن سو کشندم، گه از این سو کشندم. یک لحظه ما خود فارغ نمی بینیم، همیشه در وسوسه بکن مکن هستیم. بخو نخو، نماز بخوان نخوان، خیرات بته نته، کار خوب بکو نکو، ز کشاکش چو کمانم به کف گوش کشانم، قدر از بام در افتد چو ببر. همیشه مثل کمان واره کش میکنه، گای ملک مره کش میکنه، گای شیطان مره کش میکنه. این مربوط عزیز کدام قدرت، کدام نیرو را ما به حساب تقویه کردیم؟ مگر استاره چرخم که ز برج سوی برج، به نحوسیش بگیریم به سعودیش بخندم. سبحان الله، به سما و به بروجش، به حبوت و به عروجش، نفس همت که بادم، نفس من حلپندم. نفس آتش سوزان، نفس سیل گریزان، زی چی اصلم، زی چی فصلم، به چی بازار خرندم. عزیزای کارخانگی کلی ما شما باشه، بیاین این شعر حضرت مولانا را مطالعه بکنیم و خود پیدا کنیم در این شعر که مولانا ای حالت ها را که بیان میکنه همی ما عمود رسیم. یک دفعه تو شایق دین میشیم، سر و جان و مال ما فدای نام خدا میگیم. یک دفعه بساب شبها برای راز نیاز استاد میشیم، تهجدها میخوانیم. یک دفعه باز امی نماز فرض هم برای ما سختی میاره، نمیتونیم با آسانی نماز فرض ادا کنیم. نفس فوق طباقم، نفس شام و عراقم، نفس غرق فراقم، نفس راز تورندم. ما وقت ما پوره میشن امی شعر خلاص میکنم، باز یک نشید خدمت شما عزیزا میگذارم و شما عزیزای گرامی رو به خدای کریم رحیم میسپارم. نفس همراه ما هم، نفس مست اله هم، نفس یوسف چا هم، نفس جمله گزندم. سبحان الله. نفس همراه ما هم، نفس مست اله هم، نفس یوسف چا هم، نفس جمله گزندم. نفس رهزن و غولم، نفس تند و ملولم، نفس زندو برونم که بران بام بلندم. کدام با بام عروج روحی هستم؟ بزن ای مطرب قانون، هوس لیلی و مجنون، که من از سلسله جستم و تد هوش بکندم. به خدا که نگریزی، قدح مهر نریزی، چی شود ای شیخ خوبان که کنی گوش بپندم. حالا ای اول و آخر، بده آن باده فاخر، که شدم این بزم منور، که شد این بزم منور به تو ای عشق پسندم. بده آن باده جانی ز خرابات معانی، که بدان ارزد چاکر که از آن باده دهندم. بپران ناطق جان را تو از این منطق رندی، که نمی یابد میدان بگو حرف سمندم.
خب روح حضرت مولانا شاد بود و روح تمام عرفا شاد بود. عزیزای گرامی، وقت برنامه مدالت ختم است. با شنیدن امین نعتیه نشیری که از جوانای عزیز افغان ما است، شما را تا برنامه آینده به خدای کریم رحیم می سپارم. امیدوار استم شما عزیزا کوشش بکنین که در طول هفته اگر سوالات دمی رابطه به شعر حضرت مولانا داشته باشین و یا سوالاتی در رابطه به خودشناسی شما معلوماتی دارین، میتونین از طریق فیسبوک با ما در جریان بگذارین و اگر از طریق فیسبوک نشد شما میتونین که نمره تلفن ما را که ما از عزیزا خواهش کردم و نمره حتما بر شما هست او را به حساب 831-383-8617 یک دفعه دیگه هم میگم 831-383-8617 با ما در جریان بگذارین. با تماشای امی نشید بسیار زیبا شما را به خدای کریم رحیم می سپارم. امانت و سلامت باشین. خداوند متعال رو شما را از آفات و بلیات زمینی و آسمانی در حفظ و امان خود داشته باشم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پیش از رسید زود پیشن میکردی آلی زود.